سلام بچه ها حالتون چطوره خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفند فیلم سینمایی کیک محبوب من به کارگردانی و نویسندگی بهداشت صنایع ها و مریم مقدم که توی جشنواره بین المللی فیلم برلین نامزد جایزه خرس طلایی میشه که امروز میخوام براتون این فیلمو بررسی کنم مثل همیشه این ویدیو حاوی اسپویل اول ویدیو یه خلاصه خیلی کلی از فیلم بهتون میگم و بعدش در مورد پیامی که فیلم داره باهاتون صحبت میکنم توی تایملاین براتون هر بخش ویدیو رو علامت گذاری کردم لایک این ویدیو

این فیلم در مورد یک زن 70 ساله به اسم مهین صحبت میکنه که سالهاست تنها زندگی میکنه مهین یه پرستار بود و شوهرش از این ارتشی های قبل از انقلاب بود که اون زمان توی بیمارستان کار میکرد زمان پهلوی به افرادی که توی ارتش بودن خونه های حیاتدار رایگان میدادن و بعد اینکه همسر مهین بعد از انقلاب توی تصادف میمیره این خونه تنها سرپناه مهین میشه و هر از گاهی هم کپون دو غذا از رستوران ارتش توی مدت مهین صاحب یک دختر شده بود ولی دخترش بعد از ازدواج مهاجرت میکنه و به خارج از کشور میره خب از اونجایی که مهین دیگه هیچ کسی رو تو ایران نداشت دوستش با دخترش به خارج بره ولی از اونجایی که این دسته از دست خونه های ارتش سند نداشتن مهین میترسیده که اگه زیاد پیش بچه‌هاش توی خارج بمونه این خونه رو نظام مصادره کنه واسه اموال خودش مثل اکثر زمین ها و خونه هایی که همچین سرنوشتی داشتن و مهینم هم همیشه واسه اینکه تنها سرپناهش توی ایران از دست نده نمیتونست پیش بچه‌هاش زیاد بره و واسه همینم هم توی ایران سالها بود که تک و تنها مونده بود و فقط از طریق فضای مجازی و تلفن همراهش که خیلی هم بهش مسلط نبوده هر از با دخترش تماس تصویری میگرفته مهین این تقریبا دوستهای زیادی توی سن و سال خودش داشت اما همیشه آرزو داشت یه مردی کنارش باشه که از جنس و تفکر خودش باشه و در عین حال بتونه عین یک همدم کنارش زندگی کنه یه روز خیلی اتفاقی وقتی واسه خوردن غذا مهین به رستوران ارتش رفته بود تا از سهمیه استفاده کنه متوجه حضور مردی میشه که اونم اتفاقا یک ارتشی سابق بود و الان تاکسیران بود اون مرد اسمش فرامرز بود فرامرزم عین مهین تنها زندگی میکرد و همسرش ازش مدت ها پیش جدا شده بود مهین که اون یه گزینه جالب برای خودش میبینه به بهونه اینکه بهش بگه منو برسون خونم با صحبت رو باز میکنه خودش رو معرفی میکنه و وقتی متوجه سادگی فرامرز درست عین خودش میشه سفره دلش رو بیشتر باز میکنه و اونو دعوت میکنه به خونش آروم آروم به حدی مهین و فرامرز با هم صمیمی میشن که فراموش میکنن هر دو هفتاد سالشونه اون شب اونها با هم میرخصن شراب مینوشن تفریح میکنن آهنگایی قبل انقلاب میذارن از خاطرات جوانیشون توی قبل انقلاب میگن و کلی میخندن من این براش میوه میاره براش دلمه درست میکنه دست آخر به حدی فرامرز شراب مینوشه که بعد خوردن یک خرس محرکی جنسی اووردوز میکنه و میمیره در که قبلش مهین میخواسته از کیک مورد علاقهش به فرامرز بده مهین بعد اینکه کلی سعی میکنه به فرامرز و قلبش شوک وارد کنه از ترس اینکه خودش و فرامرز اون شب شراب نوشیده بودن میترسیده به اورژان زنگ بزنه دست ساخه فرامرز میمیره و مهین تا صبح توی آغوش جسد بیجان فرامرز میخوابه فردش بلند میشه و برای فرامرز یک کفن درست میکنه بدنش رو با آب تمیز میکنه و توی دهان فرامرز مقداری از کیک محبوبش که دوستش اون شب فرامرز بخوره رو میذاره مهین که توقع نداشت بعد مدتها تنهایی که یه یار خوب پیدا کرده بود انقدر زود از دستش بده فرامرز رو دفن میکنه و دوباره تنها میشه و فیلمم به پایان میرسه خب من خیلی کلی بهتون تعریف کردم که با کلیت داستان آشنا باشید به نظر من فیلم داره در مورد آدما و المانایی صحبت میکنه که مربوط به قدیم و بهتر بگم قبل انقلاب هستن و به نوعی داره به ما مخاطب سرنوشت یکی از همین آدما که از اون نسل بود و نشون میده که توی دنیای الان به نوعی بعد از انقلاب این آدما دارن چیکار میکنن و چطور زندگی میکنن. نسلی که اون زمانا تفریحاتشون و سرگرمیاشون امید به زندگیشون طبیعتاً بیش از نسل الان بوده خب اکثرا هممون مادر بزرگا یا پدر بزرگای اینجوری داریم که پای حرفشون بشینی میبینی که میرن تو خاطرات قدیم تو لایه اولیه فیلم به نظرم داره یه نقدای کلی به همین موضوعی که بهتون گفتم وارد میشه یعنی همین تفاوت‌های دنیای الان از دید یک انسانی که نسل قدیم و دیده و جوانیش تو اون دوران بوده مثلا زمانی که اون دختر جوان توی پارک به خاطر بیرون بودن موهاش به وسیله مأمورین گشت باش برخورد میشه و اون دختر به مهین میگه قراره که دوست پسرش رو ببینه چند بار که به همراه دوست پسرش گیر افتاده بوده به دروغ گفته بودن که ما خواهر برادریم یه صحنه دیگهش مدل ارتباط مهین با فرامرز بوده که به شدت ساده و در راستای میل اون لحظه انسانی تو با صداقت و بیریایی بودن که این روزا توی اطرافیانمون این مدل رفتارهای صادقانه رو زیاد نمی که جلوتر به تو میگم فیلم به چی میخواد برسه یا به عنوان مثال ترس از پخش کردن آهنگای قدیمی هایده و خواننده های قبل از انقلاب از اینکه نکنه خانم هاشمی همسای بالایی که زن مذهبی هم هست بهشون گیر بده جوانی که واسه امرار معاش و درآمدش توی خیابونای شلوغ و پرآلوده توی اسنم کار میکنه کافی که شور گذشته که دختر پسر دور هم جمع نداره یا قیمتش جوری شده که جوونا ازش فراری شدن پیرمردی که با وجود هفتاد سالکی باید هنوز مسافرکشی کنه و نمیتونه ساز مورد علاقه رو بزنه چون وقتی به خونه میرسه به حدی خسته است که درجا خوابش میبره پارکای خلوت که فقط اسم پارکو یدک میکشه و همه چیز حتی یک قرار ساده عاشقانه توش نظارت میشه خب همه اینا که بهتون گفتم و فیلم داره نشون میده و به نظر خودم توی پرده ای اول داره به مخاطب میگه اگه اون آدم قدیمیه اون آدم نسل قبل انقلابو میبینی که ساده تر هست صادق تر هست و احساساتش همون چیزیه که بروز میده دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که اون جامعه ای که اون زمان توش زندگی میکرد نیازی نبود داخلش درو یا ریاکار باشه در از جامعه امروز به حدی براش عجیبه که داخلش قرار میگیره شروع میکنه به صحبت کردن از گذشته و خاطرات قدیمش جامعه امروزی که به تعبیر فیلم سرشار از ترس و درویی شده که اوج این اشاره جایی بود که وقتی فرام از مرد مهین تنها دلیلی که ترسید از اینکه با اورژانس تماس بگیره ترس از شرابی بود که به فرامرز داده بود قبلا یادتون باشه توی فیلم نامپدید شدن در مورد این موضوع باتون صحبت کرده بودم که متاسفانه ما آدما متوجه نیستیم اما اگه یکم دقت کنیم به نوعی توی دنیای امروزیمون توی جامعه امروزیمون در طول روز توی محیط یا جامعه باید بارها و بارها ناخواسته دروغ بگیم حتی نسبت به ترین افرادی که باید باشون صادق باشیم مثلا این دکترا که نکنه به عنوان مثال واسه خوردن شراب یا برفرض ارتباط با پسر یا دختری که باش محرم نبودم و الان بهم آسیب رسیده اگه من پیش دکتر یا فلان شخص برم و حقیقت رو بگم برام دردسر ایجاد در مورد عقیدم حقیقت رو بگم دردسر ایجاد شه اداره جا تایم نماز مهرای انتخاباتی از ترس کار دولتی و برگه های رأی خالی کم بشینید فکر کنید مثالشو متوجه میشید به نظرم داره به نوعی فیلم میگه اون سادگی و صداقته و ریا بودنه که توی جنس آدمای نسل قدیم الان میبینی واسه این بوده که جامعهشون اون زمان جوری نبوده که لازم باشه توش فیلم بازی کنن یا نقش بازی کنن و در عین حالم وقتی گذشتهشون اون سادگیشون واسه ارتباط و صحبت با هم نگاه کنی میبینی حتی توی اوج شیطنت های دوران جوانیشون هم که مثلا مهین نهال درخت رو میدوزه یا فرامرز مخفیانه با دوستاش انگور میخره تا شراب بسازه دل پاکی و سادگی بارزترین مشخصه ای اونا بوده وقتی خاطراتشون رو با هم مرور میکردن و چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که خود تصویری که به مخاطب نشون داده میشم درست عین همون سادگی و دلپاکی هست که از قدیمی میبینی دقت کردید به تصاویر فیلم همه چیز عین واقعیت و با ساده ترین حالت ممکن بدون هیچ موزیک اضافه یا چهرههای کرمپوز زده و دندونای لمینه شده جمله ها و دیالوگ های خفن عاشقانه که بخواد ترند اینستاگرام بشه صحبت های پیرزن کنار هم بد دهنی های مردای تاکسی حتی ریش های به هم ریخته یه پسر راننده توی ماشین سردرگمی پیرزنی که تنهایی رفته کافی شاپ سعی میکنه خودشو مثلا با کلاس نشون بده اما خیلی موفق نیست دیالوگ های مهین و فرامرز که به حدی واسم جالب بود که با هر دیالوگ بارها میخندیدم و باز فیلم عقب جلو میکردم بس که این دیالوگ ساده و جذاب بود زن و مردی که به حدی رابطه های امروزی رو توی فیلم ها دیده بودن که بارها نشون میده من این فیلم امروزی رو تماشا میکرد فیلم های عاشقانه که فکر میکردن باید مثل امروزی ها از یه جایی و با یه ادبیات خاصی ارتباطشون رو شروع کنن ولی وقتی مهین دید که فرامرز درست عین خودش صاف و ساده است دل و زد به دریا و هر چی توی دلش بود و ریخ بیرون چون دید بالاخره یه آدمی از جنس خودش پیدا کرد از همون نسل قدیم واقعا خیلی وقت بود که همچین فیلمی ندیده بودم میدونی منی که اون دوران ها رو ندیدم اینجوری هم که کاش یه بار بین مردم تو اون زمان قرار میگرفتم ببینم حس و حال چجور بود ولی الان میای بلایند های دختر پسرای امروزی رو میبینی ببخشید پر از دروغ پر از ریاکاری پر از فیلم بازی کردن سعی میکنن رفتاری کنن که فقط توی اینستاگرام ترند بشن و چیزی که فیلم داره اشاره میکنه احساس تنهایی اون نسل قدیم توی این روزاست نسلی که اون روزا رو دیده و توش زندگی کرده توش جوونی کرده و به حدی این روزا فضای دورشون رو عجیب و پر از ریا میبینن که نمیتونن با آدمای جز هم نسل خودشون ارتباط بگیرن و این تنهایی این روزاشون داره اذیتشون میکنن، داره عذابشون میده حالا مهین دنبال کیه دنبال یک مرد از جنس خودش که بتونه یه همدم خوب براش باشه در این حال شخصی که اسیر و درگیر این دورویی امروزی نشده باشه آمیخته با جامعه امروزی نشده باشه به اصطلاح پیچیده نباشه صاف و ساده باشه درست این خودش اون با فرامز روبرو میشه به حدی زن و مرد از اینکه تونستن بعد سی چل سال یه آدم از اون نسل قدیم رو پیدا کنن به حدی هیجان زده و خوشحال میشن که فراموش میکنن هفتاد سالشونه میخوان تو یک شب هر تفریحی که تو این چه سال نداشتن رو داشته باشن از خوردن زیاد شراب تا خوردن دلمه تا سبزی خوردن های حیات رقصیدن و حتی حمام کردن مشترک قرص معرکی جنسی که فرامرز میخره که به گفته خودش سالها بود که به هیچ زنی نزدیک نشده بود وقتی هم که ازدواج کرده بود با یک زن مذهبی ازدواج کرده بود که اونو مجبور میکرد نماز بخونه و روزه بگیره که در نهایت ازش جدا میشه به حدی این ذوق زیاد و زیادتر میشد که عملا یادشون میره اون هفتاد سالشونه دست آخر وقتی نوبت به خوردن کیک مورد علاقه مهی میرسه و داش خامه روی کیک رو میزد همون کیکی که میگفت همیشه دوستشه که بیاد اش تا باش بخوره و این کیک محبوب بشه فرامت ظاهرا اووردوز میکنه و دنیا میره درست عین اسم فیلم کیک محبوب من من برداشت شخصی من فیلم حالا اگه کسی خواست بهم زنگ چیزی بزن اذیت کنه لطفا اینو در نظر بگیرم من دارم فیلم تحلیل میکنم میگه. به نظرم اینجا فیلم داره میگه تا اومد اون دوران پهلوی به روزای خوبش برسه یه جورایی به استعاره فیلم به اون کیک خوریش برسه به صبحش نزدیک بشه تازه اون خوش خوشی شروع بشه ماجرای انقلاب 57 رخ داد و تشبیهش به اووردوز و مرگ فرامرز یه جور تا این حد شوک آور بود واسه نسلهایی از جنس مهین این دفن مخفیانه فرامرز اون آدما هم خاطراتشون مخفیانه یه گوشه از قلبشون دفن کردن بدون اینکه کسی متوجهش بشه یه بخشی از فیلم فرامرز با گلایه به حجم کار و خستگیهای روزانش و عدم تفریحش میگه حداقل خوبیش اینه که وقتی میمیریم قرار نیست بعد مرگ کار کنی و دقیقا زمانی که مرد مهین که تا صبح کنار جسد خواب بود بخشی از کیک رو توی دهان فرامرز میذاره تا به نوعی به همین منظوری که بتون ارز کردم اشاره کرده, کرده باشه حداقل تو بعد مرگت بتونی تعم کیک رو بچشی اینجاش خیلی به حاله بنظرم به تا جایی که حتی به انتخاب کفن واسه فرامرزم فیلم داره تیکه میندازه نسبت به کفنای امروزی و بهتر بخوام بگم ذهنیت امروزی که حتی ذهنیت این آدم از اون نسلم واسه یه کفن ساده رنگی تر از ذهنیت امروزی ها که جز سیاه و سفی توی شهر چیزی نمیبینی درست این دو آدمی که از اون جنس و از اون نسل بودن به حدی دور شده بودن از دوران خوشی های خودشون که بعد سالها وقتی باهاش مواجه میشن به حدی زیاده روی میکنن که در نهایت اون حادثه رخ میده بعد خیلی جالبه که مشخصه هایی که اون آدم قدیمیه داشته و داره بهش اشاره میکنه چیزایی که نشون میده جوونای این نسل با این آدما تا حدودی میتونن ارتباط بگیرن چون به نوعی توسطشون درک میشن مثلا ارتباط صمیمانه دختر توی پارک با مهین تا جایی که اونو توی آغوش میگیره به نوعی امثال مهین میتونن بفهمن وضعیت جوانای امروزی و جوانایی که دختر مهین هم یکی از همینا بود که به خاطر دلایل زیاد و پیشرفتش مهاجرت کرده و مهین تنها مونده شاید همین مهاجرت هم دلیلش دختری بود که از جنس خودش بود و نتونست این فضا رو تحمل کنه و برای همینه که این جنس آدم جوانای امروزی بیشتر درک میکنه چون تفریحات دوران خودش رو دیده چون جوونای دوران خودش رو دیده و داره مقایسه میکنه با جوونی که نسل امروز داره میکنه و صحنه آخر جایی بود که در عین سادگی یه مفهوم تلخ داشت مهینی که توی حیاتش با موهای باز در کنار قبر فرامرز در انتظار این که آیا میتونه بازم کسی از جنس خودش رو توی این دنیا که سادگی و صمیمیت به این رفته پیدا کنه یا نه یا اینکه مرگ زودتر از همه اینا سراغ اون میاد من میخوام از طرف خودم از همه کسایی که تو ساخت این فیلم مشارکت داشتن به تشکر کنم فکر کنم جز معدود فیلم های اعتراضی بود که صرفا توش به حجاب اجباری اشاره نشد به چیزایی اشاره کرد که انقدر باش آمیخته شدیم که فکر کنم طالبش بهش دقت نمی کردیم. به هر صورت همراهان دوست داشتنی اینم از این ویدیو لایک این ویدیو سابسکرایب نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون